تاک و ردیت و عرشبت، حتی همین تریدینگ ویو پیدا بکنید که خودشون یه اسکریپت هم نوشتن. تو قسمت سرچ اون بالا که میزدیم تو تریدینگ ویو اسکریپت نوشته و ازش استفاده میکنن و چیزای جالبی از کارنامه‌شون رو گذاشتن. میخوام بگم یه مقداری باید بهش زمان و بهای بیشتری بدیم. بعدم با صرافی خارجی که کار بکنید، خودشون مثلا کوین بیس ببخشید، کوین بیس خودش ربات داره، حتی کارنامه ربات داده و میتونه بهتون گزارش بده. بعضا گزارش این ربات ها رو که نگاه میکنید میبینید که عملکردش بهتر از خود بازار بوده و خب این جذابیت زیادی داره، راحتی در استفاده داشته باشه. یعنی من خیلی چیز پیچیده دو تا استارت و فینیش داشته باشم توش، خیلی منو درگیر ستاپ های عجیب و غریب نکنه. هرچند که ربات هایی هستن که شما میرین سمت اینکه خودتون هم یه چیزایی رو بذارید بک تست بزنید، اونا حرفه ای تر هستن و بدیهیه که قشنگ تر میشه ازش استفاده کرد، لذا راحتی در استفاده به نفع کاربر و سرمایه گذار و کسانی که معامله گر روزانه هستن مورد استفاده قرار میگیره و امنیت بالا هم داشته باشه. یعنی به قول معروف چی میگن، بکدوری نداشته باشه که از اونجا یه دفعه من یه مبلغی رو بخرم بعد یه چیزی ببینم از اون در پشتی رفت توی حیات خلوت. خب اینها رو باید گواهی نامه امنیتیشون رو چک بکنید. اینا چیزی نیستش که خیلی پیچیده یا گم باشه. از بهترین های حوزه ربات های معاملگر در سال 2020 و 2021، حالا 2021 تازه اولشه ولی خب به عنوان یک خروجی میشه از این موضوع در نظر گرفت، این مجموعی که ربات هایی که میبینید هست. این هم ربات های معروفی هستن که شما میتونید ازش استفاده کنید. وقتی وارد سایتشون میشین به شما میگن که توی کدوم صرافی ها دارن فعالیت میکنن، که شما اگر گرفتی بدونید چند تا صرافی رو میپوشونه. خب به هر حال مهمه، قطعا همونطوری که شما تو بازار سرمایه تمام منابع مالی تو نبردی سمت یه صرافی که با همون صرافی فقط کار بکنی، که خیلی هم کارو به نظر من درستی کردی، میای تو این حوزه ای که در مورد کریپتو هم از همین دست فرمون استفاده کنی. لذا من الان اینجا یه دونه لیست مربوط به چیز براتون بذارم، این عرض شود که جناب آقای طهماسبی اگر زحمت بکشین لینک هارم توی قسمت لینک وبینار قرار بدیم تا بعدا هم دوستان بتونن ازش استفاده کنن. این مربوط به تا اینجا مثلا بهترین ربات های تو حوزه کریپتوکارنسی در سال 2021 هست و این 2020 هم به همین منوال وقتی روش که کلیک میکنید شما میرسید به یک سری اطلاعات. من الان میخوام یکی از اینا رو باز کنم با هم ببینیم. صرافی خوبی هم کار میکنن، ساپورت میکنن و ما هم میتونیم از اینا استفاده کنیم. من این سفر رو اینجا استاپ شیر بزنم، بیایم بریم دسکتاپ منو ببینیم با هم. بله همونطور که میبینید دسکتاپ منو میبینن دوستان؟ بله بسیار عالی، ممنون و متشکر. همونطور که مشاهده میفرمایید این بهترین از این تیپ سایت ها زیاده. یکی از موارد خوبش رو من پیدا کردم برای شما قرار دادم اینجا. کریپتو هوپر یکی از قوی ترین ربات های توی حوزه کریپتوکارنسی هست و حالا میاد مثلا انواع چیزهایی که ساپورت میکنه، پورتفولیو بیلدر و نمه بک تست و کریپتو سیگنال و تریلینگ استاپ که مثلا همون این استاپ لاس و اینا میمونه، از اونها یاد کرده. پروفیت تریلر هست، میبینید ردیف دومه و استاتوسش رو داره، مثلا میگه که من همونطور که روش کلیک کنی اپروف شده و نات چک تو داره، که میخواد بگه که چجوریه، لینک سایتش هست، قیمتش هست. ببینید میگه مثلا صف 7 روزش رایگانه و میتونید به عنوان مثلا آزمایشی ازش استفاده ببرید، ولی وقتی که تو حوزه پولی میخواییم بریم 19 دلار در ماه هست برای کسایی که تازه شروع کردن. یه مور هم داره، من بزنم برگشت رو ببینیم. پورتفولیو تریلر
میگه 449 تاست و حتی مثلا سیگنال ادویکیشن هم داره، لایف تایم و به صورت بیسیک هم، یعنی به اون آدمایی که تو این حد میخوره. من رو اون اولی که چیز کردم اکسچنجش رو بیترکس، در ماه هزینه عضویت 19 دلاره و عرض شود که توی مدل استارتره. اینها هرچی میره بالاتر پیچیدگی ربات هم بیشتر میشه و توی مدل ماهانش هم که میبینید 99 دلار هست. و حالا آتو گفته لینکش به چه صورتی از کجا میتونید استفاده بکنید. استراتژی دیزاین داره، تکنیکال ایندیکیتور داره، بک تست داره، عرض شود که وضعیتش داره میگه مثلا حالا به چه صورتیه، و اگر در خصوصش مصاحبه انجام شده یه توضیحی داشته باشه یا ریویو هم حالا میتونید دنبالش بگردید. حالا این اینجا اینا رو نداره. من برگردم به صفحه قبلی، همین رو اسکرول کنم. زیگنالی هم یکی از مواردی که 15 دلار در ماه به عنوان جز میگیره، کشورش اسپانیاست و حالا میبینی کشورهای مختلفی تو این حوزه دارن فعالیت میکنن که بدیهی بازار بازار جذابیه. همین امروز هم که داریم با هم صحبت میکنیم خیلی برای بچه ایرانی هم به این قصه اومدن. یکی از نکات مهم و باحال توی این بازارها اینه که اونایی که ربات مینویسن، یه بار اومده یه ربات رو نوشته، هرچند که هی باید آپدیت کنه، خدمات متنوع روش بذاره، کارهای مختلف انجام بده، اما یه چیزی ساخته، یه قلکیه که هی داره توش براش میندازه. چرا؟ چون اکثرا یا میان کرایه اینجوری میدن مثلا در ماه انقدر پرداخت بکنی، یا میان روی سود و زیان، روی زیان که کسی شریک نمیشه، روی سود شریک میشن و آدم یه مقدار حس بهتری بهشون داره به خاطر اینکه عینه که عدد ثابت میگیرن، هیچ ریسکی هم پوشش نمیدن، لذا اون آدم احساس میکنه چون منافع خودشون هم گیر این وسط، از این قابلیت میشه به نحو احسن به نفع سرمایه گذار هم استفاده کرد. چند تا نکس هم بزنید که اطلاعات بیشتری در این حوزه به شما میده. در خصوص موضوع چیز خدمتتون عرض شود که 2021 هم تا که میبینی کریپتو هوپر، فونیکس، زیگنالی و از بهترین ها به عنوان ربات های امسال یاد کرده. و اسکرول کنید بیاین پایین هم میبینید که حالا مدل های دیگه هم اینجا به صورت مبسوط تشریح شده. ببخشید یک چند لحظه من کلاس رو باید متوقف. من عذرخواهی میکنم از شما، ببخشید یه وقفه افتاد چند لحظه است و توی وبسایتی بودیم در خصوص مدل ها و ربات های مختلف صحبت کردیم. این ربات ها ترجیحاً اگر بتونید وقتی میخواین ازش استفاده کنید، ربات هایی که خب تو صرافی های معتبر همه مورد استفاده قرار میگیره، عملا یه گارانتی باحالی داره که میتونیم ازش یه اعتماد بیشتری بکنیم دیگه. و خب این بازار همونطور که گفتم بازار بسیار بسیار فعالی هست. میشه قسمتی از منابعتون رو به سمت استفاده از ربات ها ببرید، قسمتیش رو در حالت خرید و فروش های بلند مدت قرار بدید و مدل های دیگه که امروز با هم میبینیم. من این سفر رو استوب بزنم، بیایم سراغ همونطور که دیدیم حالا اینا نمونه های موفق تر ربات های معامله گر هست. هیچ ضمانتی هم نداریم، ربات ها تا امروز همه اوکی بودن، همه هپی بودن، باهاش داشتن کار میکردن، سودم کردن. از فردا چه اتفاقی براش میفته؟ هکرام نشستن اینا پول در بیارن راحت، اینا مرتب چون آنلاین هم هستن. یادتونه تو کیف پولا هات ولت و کولد ولت داشتیم؟ هات ولت ها چیا بود؟ اونایی که به اینترنت وصلن دیگه، چون این ذاتش وصل بودن به اینترنت هست و نیاز داره، خب خیلی مورد حمله هم قرار میگیره، اتفاقات عجیب غریب هم توی این بازاره میفته. خود ربات توی بازار مالی و به صورت خاص کریپتوکارنسی یه دنیای بزرگی برای خودش که به هر حال باید با دقت ویژه‌ای در انتخاب رباتمون اقدام کنیم. اما اون بچه‌هایی که دارن کار میکنن، کریپتوپر
و زیگنالی از بهترین ها هستن، میشه ازش استفاده کرد. اینجا مقایسه ربات ها رو با هم داریم که اومده از نظر، حالا از نظر قیمت دیده و سایر فاکتورهایی که اینجا دستبندی مشخص شده. دیگه حالا من از روش رخانی نکنم. صفحه دوم هم به همین صورت، صفحه اول زیگنالی بود، اولیش کورنیکس. و نکته مهم جالب تری که توی بازار کریپتو وجود داره و جز یکی از بحث‌های ما بود از ابتدا، این که من چجوری میتونم بدون اینکه حالا KYC بشم سمت بروکرهای بزرگ دنیا تو بازار سرمایه، که بتونم به راحتی بیام سراغ خرید و فروش ارزهای، به خرید و فروش سهم‌های با ارزشی مثل مثلا تسلا یا اپل، مایکروسافت و شرکت‌های امثال اون. خب میدونید که اینها توی یه سری بازارها، تو بازار امریکا هم که خب هیچی، یه سریشون هم تو بازارهای بین‌المللن که مثلا سنگاپور بازار بورس قوی داره و شانگهای، که اینها داره معامله میشه اون تو دیگه و خوبم هست شرایطشون. خب آدمایی که تو اون بازارها مجوز فعالیت دارن میتونن وارد شن و اینا رو بخرن و بفروشن. اما نکته که وجود داره، باز هم مثل همیشه ما این شرایط نداریم که از توی بروکرهای ایرانی اینا رو خرید بکنیم و توی این کارگزاری‌های ایرانی از اینا استفاده بکنیم، و اونها هم به همین طریق نمیتونن بیان مثلا سهمای معدنی ما، سهمای هلدینگی ما رو که حالا با دلار امروز حساب بکنی بعضیشون مثلا خیلی کمتر از یک دلار هم هستن، 50 سنت هم هستن، بیان بخرن. لذا این مشکل وجود داره. اما اومدن یه سری صندوق تعریف کردن، بحث خرید خرد سهام هست. صندوق IBMR صندوقیه که اومده توی این حوزه وارد شده، تأسیس شده بابت خرید اینجور سهم‌ها. خب توی این بازار عدد کوچیکی رو میتونی بخری، اما چیزی که میتونی بهش منتقل بکنی یا از طریق استیبل کوین های مثل دلار تتر هست که با هم به مراتب صحبت کردیم در موردش، یا بر اساس پایه بیت کوین هستش که میپذیرن این ارزو، مثل همون پولدارای ثروتمندا بود که گفتیم 200 خورده بیزینس لاین مختلف داشتن. حالا در بین این صرافی ها که میتونیم ازش در برای خرید این ارزها، یعنی این صرافی های ارز دیجیتال که میتونم بیام ازش منابع مالی دیجیتالی ما بدم و بیام استاک بخرم، رابین هود یکی از موارد خیلی